آیا اروپا در مبارزه با تروریسم دولتی جدی است؟ این عنوان مقاله‌ای از سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر و رئیس کمیته همبستگی عربی اسلامی با مقاومت ایران که در روزنامه الشرق الاوسط درج شده. چند روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل شرکت کردم. این کنفرانس برای افشای اطلاعات جدیدی در مورد طرح تروریستی یک دیپلمات رژیم ایران در اتریش با هدف انفجار گردهمایی سالانه مقاومت ایران در 30 ژوئن امسال بود. نیازی نیست که بگویم این طرح تروریستی و عملیات انفجار در صورتی که خدای نکرده موفق می‌شد می‌توانست صدها بلکه هزاران قربانی بگیرد. بر اساس اطلاعات این عملیات ماها پیش در تهران طراحی شده و تصمیم در مورد آن در ماه ژانویه امسال در سطح سرانه حاکمیت گرفته شده بود. عملیات شامل دو طرح بود. طرح الف عملیات انفجار در 21 مارس در آلبانی مصادف با عید نوروز هنگام جشن مقاومت ایران. بعد از اینکه این طرح شکست خورد، نوبت طرح ب یعنی انفجار گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس به میان آمد. با مطالعه وقایع دیده می شود که رژیم اطمینان داشت که این طرح موفق خواهد شد. در غیر این صورت چگونه می توانست یک دیپلمات رسمی رژیمش را شخصاً برای انتقال مواد منفجره موظف کند؟ تا از طریق آلمان از وین به لوکزامبورگ برود و ماده منفجره را منتقل کند و به دو عضو یک هسته تروریستی خفته که سالها در بلژیک برای اجرای چنین عملیاتی آماده کرده بود تحویل بدهد. چیزی که در آن شکی نیست و مقاومت ایران نیز آن را تایید می‌کند این است که تصمیم سیاسی اجرای این عملیات توسط بالاترین مسئولین رژیم گرفته شده است. این رویدادها شرایطی را ایجاد کرد تا غربی‌ها باور کنند هدف تروریسم دولتی تنها کشورهای عربی و مسلمان نیست، بلکه غرب را نیز هدف قرار می‌دهد. مقامات اروپایی به صورت عمومی و آلمان و بلژیک به طور خاص نمی‌بایست در مقابل هر گونه معامله و کوتاه آمدنی تسلیم شوند و باید بگذارند تا قضایی عمل مستقل خود را تا پایان انجام دهد. زمان آن فرا رسیده که تروریسم در هر شکلی از جمله تروریسم تهران در داخل ایران یا خارج از آن مورد حسابرسی قرار گیرد. بله، این آزمون جدی اروپا در مقابل تروریسم جهانی است.